سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. همونطوری که بهتون قول داده بودم این هفته یه پرونده حل شده داریم، ولی در دل هر پرونده حل شده یه حل نشده هم نهفته است. به شخص از نظر من، از نظر دادگاه و وکلایی که روی این پرونده کار کردن، این پرونده حل شده است، ولی آخر شما این که تصمیم میگیرین که این پرونده حل شده است یا حل نشده است. خب از اونجایی که منم از پرونده هیچ اطلاعی ندارم میذارم و آخر کار میگم. بریم شروع کنیم پرونده رو. در 5 مه سال 2004 یه آقایی همراه با پسرش و دوستش تصمیم داشتن که برن ماهیگیری. سوار قایقشون شدن و از ساحل فاصله گرفتن. وسطای خلیج بودن که چشمشون از دور خورد به یه چمدون سبز رنگ. پسر بچه 7-8 ساله ما حسابی ذوق کرده بود و فکر میکرد که گنج پیدا کرده. رفتن نزدیک چمدون، حدسشون بر این بود که اون یه پل هوایی وسط اونجاست، مسافرایی که از اونجا رد میشن یه چمدون از بالا افتاده باشه پایین، مال مسافرا باشه و چیز خاصی نباشه. رفتن نزدیک، چمدون رو از آب گرفتن، چمدون خیلی سنگین بود و گذاشتنش توی قایق. اما پسر بچه همین که در چمدون رو باز کرد با پلاستیکای سیاه و زخیمی برخورد کرد. دو تا مردی که اونجا بودن در همون چند صدم ثانیه پلاستیکا رو که دیدن حس بدی بهشون دست داد. منم دقیقا حس بدی بهم دست میداد توی که پرونده ساگاوا رو شنیدیم. اصلا خود اون آقا میگه که من پلاستیکای سیاه رو که دیدم یه حس بد گرفتم، ولی پسر بچه سری دست انداخت و پلاستیک رو باز کرد و با دو تا پای بریده آدم مواجه شدن. صد البته که وقتی پاها رو دیدن با پلیس تماس گرفتن و خب پلیس دریایی بهشون گفت که برین نزدیک ساحل، نیروها میان که چمدون رو ازتون تحویل بگیرن. من خیلی متاسفم که اینجوری میگم، ولی پاها در وضعیت خوبی بود، کاملا تازه بود، به نظر نمی اومد که تجزیه شده، مثلا مال یک روز قبل، دو روز قبل قطع شده بود و از زانو به پایین بود. چیز دیگه داخل چمدون نبود. پلیس چمدون رو تحویل گرفت و می دونستن که در چند روز آینده چمدونهای دیگری یا مثلا اجزای بدن دیگری پیدا میشه. چند روز بعد، یعنی در 11 می، دختر دانش آموزی که فعال محیط زیستم بود رفت ساحل که زباله ها رو جمع بکنه. کارش همیشه بود، میرفت زباله ها رو جمع میکرد و میومد به عنوان تفریحش نگاه میکرد. اما از دور یه چمدون سبز رنگ دید، فکر میکرد که زباله است. اخبار رو ندیده بود، در مورد پاهای قطع شده نشنیده بود. نزدیک چمدون شد، از لای زیپ چمدون پلاستیک سیاه دید، ولی بوی خوبی نمیداد چمدون، خیلی بوی بدی میداد. عقل بهش حکم کرد که در چمدون رو باز نکنه و با 911 تماس گرفت و این موضوع رو گفت. بلافاصله هم نیروها رسیدن و خب در چمدون رو که باز کردن دیدن که یه نیمتنه آدم داخلشه از کمر به بالا و همچنین یه سر قطع شده که لای یه پتوی طبی که مخصوص بیمارستانه پیچیده شده و خب این جسد متعلق به یه مرد بود. با وجودی که این چمدون تقریبا 6 روز روی آب بوده که آب نمک بهش خورده، آفتاب خورده، ولی صورت قابل تشخیص بود، یعنی میتونستن چهره رو ببینن. توی همین موقع هم بود پلیس گفت که 2 گلوله به صورتش خورده، یه چند تام به تنش خورده. در 16 ماه می یه ماهیگیری داشت ماهیگیری میکرد توی دریا، چمدون سوم رو دید
و خب درش رو دیگه باز نکرد طبیعتاً به پلیس تحویلش داد. وقتی که چمدون سوم رو به پلیس تحویل دادن، پایین تنه رو پیدا کردن. همینطوری که توی عکس میبینید کاملا با اینکه پلاستیک پیچ شده ولی پایین تنه کاملا مشخصه. در تشخیص اولیه پلیس گفت که به این آقایی که پیدا شده شلیک شده. همونطوری که گفتم دو تا گلوله به صورتش، چند تا به تنش، بعد تکه تکه شده، خونش کاملا خشک کردن، یعنی خونی توی بدنش نداشتن، کاملا تخلیهش کردن. نداشته تصیف کاری بشه و معلوم بشه، خواسته هرچی دیرتر معلوم بشه. دقیقا خون رو کاملا تخلیه کرده، یعنی اینا که باز کردن یه قطره خون تو بدن این نتونستن پیدا کنن. بعد هم پلاستیک پیچش میکنن داخل چمدون و میندازنش توی خلیج. کار بعدی که پلیس انجام داد این بود که بتونن شناسایی کنن این شخص کیه. پلیس شروع کرد به تحقیق کردن بین آدم‌های گم شده، بین کسایی که جریدن گزارش دادن که مفقود شدن، و همچنین یه نقاشی رو هم صدا زدن و بهش گفتن که بیا و از روی عکسای این مرد چهرش رو نقاشی کن. خب ما مثلا عکس جنازه رو می‌بینیم کلا حالم به هم می‌خوره، و اینکه چقدر کارش سخت بوده می‌خواسته اینو نقاشی کنه. خیلی به نظرم کار سختی داره که بشینیم جنازه رو طراحی کنی. به هر جهت نقاشی میکنه، 5 تا طرح میکشه ازش و منتشر میکنه پلیس و میپرسه که آیا کسی این مرد رو میشناسه یا نه. در 21 ماه می یه خانمی داشت تلویزیون میدید و خب چون تازه این مرد چمدانی پیدا شده بود، چون هویتش مشخص نبود بهش میگفتن مرد چمدانی، چهره رو دید نه خیلی آشناس، میشناستش انگار، یادش نمی اومد کیه. دوباره نگاش کرد دید نه واقعا شبیه ویلیام دوست شوهرشه. رفت آلبوم عکس رو آورد و عکس ویلیام رو با این مرد چمدانی چک کرد و دید که خیلی شبیهن، ولی خب ویلیام توی ایالت دیگه زندگی میکرد، توی نیوجرسی زندگی میکرد و خب این مرد چمدانی توی ایالت اینا پیدا شده بود. تصمیم گرفت که با خواهر ویلیام تماس بگیره و اصلا به این موضوع مرد چمدانی اشاره ای نکنه، فقط در مورد ویلیام بپرسه داداشش کجاست چیکار میکنه. زنگ زد با خواهر حرف زد، حرفی بیمربوط زد اینا، بعد یهو گفت که خب فلانی از ویلیام چه خبر چیکارا میکنه. خواهر گفت که حدود 1 ماه پیش ویلیام با زنش ملانی بحثشون شده، مشاجره کردن و از خونه زده بیرون ویلیام و ما ازش خبر نداریم، تلفنش هم جواب نمیده. دیگه این خانم دیگه حسابی مطمئن شده بود که شاید ویلیام همون مرد چمدونی باشه. با پلیس تماس گرفت و گفت که من به نظرم میاد آشناست، ولی این کسی که آشناست توی نیوجرسی زندگی میکنه، اینجا زندگی نمیکنه. پلیس گفت که شما با شوهرت بیا حالا عکس ها رو ببین، شاید تشخیص بدی. یه چیزی که اینا توی صورت ویلیام مطمئن بودن که ویلیام اینجا یه خالی داشت، یه رد قرمزی بود. اینا رفتن و عکس ها رو دیدن و اتفاقا روی صورت مرد چمدانی هم یه چیز قرمز رنگ بود و خب اسمش رو گفتن 39 سالشه، نیوجرسی زندگی میکنه، و ولی هنوز مطمئن نبودن. پلیس با این اطلاعاتی که داشت الان میتونست توی سیستم هاش سرچ کنه و ببینه که چیزی راجع به این مرد پیدا میکنه یا نه. اثر انگشتم ازش گرفتم، اسم رو مطابقت دادن، دیدم بله اثر انگشت میرسه به ویلیام 39 ساله. قبل از این که بریم رو تحقیقات پلیس، بیاین یک کم بزنیم عقب و در مورد ویلیام و همسرش ملانی بیشتر بدونیم. ویلیام و ملانی توی یک رستوران با هم آشنا شدن که ملانی اونجا پیش خدمت بود، همزمان درس پرستاری میخوند و خب زندگیشون میگذرشت. با هم آشنا شده بودن و با هم رفت آمد داشتن، خیلی از هم دیگه خوششون اومده بود، با دوستاشون آشنا شدن و همه میگفتن که خدا در تخته رو برای هم جور کرده. تو آدم های شوخی بودن، کلا همه جمعو میخندن خیلی، یعنی اصلا میتونستن جمعو توی دستشون بگیرن و حسابی هم عاشق معشوق بودن.
البته ویلیام خیلی قبلتر یک ازدواج ناموفق داشت که بچه هم ازش نداشت. در سال 1999 تصمیم گرفتن که ازدواج کنن، چرا که درس ملانی تموم شده بود، یه پرستار خیلی خوب شده بود، توی بخش باروری کار میکرد، حقوق خوب داشت و میتونست الان یه زندگی مشترک تشکیل بدن و ویلیام هم به عنوان یک مهندس کامپیوتر کار میکرد، درآمدش خیلی بالا بود، یه چیزی حدود 65,000 دلار در سال و میتونستن زندگی مرفهی داشته باشن. خیلی زود هم اولین فرزندشون رو به دنیا آوردن. ملانی و ویلیام بعد از ازدواج نتونستن رابطه خوب خودشون رو نگه دارن. مشخص نیست چرا، ولی یه حرفی که ملانی خیلی در موردش حرف میزنه، میگه ویلیام خیلی قمارباز بوده. البته ویلیام قمارباز خیلی خیلی قهاری بوده و هیچ وقت معمولا پول نمیباخته، پولای کلون میبرده. خلاصه تو سال 2001 با اینکه مشکلات خیلی زیادی داشتن، ولی ملانی تصمیم گرفت که بچه دومشون رو هم باردار بشه. چرا شو من نمیدونم که وقتی مشکل داری چرا میخوای بچه دومتو بیاری. به هر جهت تصمیمش بوده، شاید به خاطر اینکه سنش داشت میرفته بالا تصمیم گرفته. میگنم که مثلا بچه بیاد خوب میشه زندگی ما، تو ایرانی هم داریم. من فکر نمیکنم اینا همچین قصدی داشتن، نمیدونم. خلاصه حامله میشه، توی هفته 38 بوده که میره مرخصی زایمان بگیره از دکتر میلر که اونجا باهاش همکار بوده، اون دکتر بوده و ملانی هم زیر دستش کار میکرده. همونجا که نشسته بوده میگه که آخ گردنم خیلی درد میکنه و خیلی حالم بده و باردارم و اینا. دکتر میلر میاد که گردنش رو ماساژ میده، بعد میاد پایین کمرش رو ماساژ میده، بعد دیگه نمیخواد دیگه ادامه بده، دیگه داره به جای باریک میرسه. خلاصه دیگه همون چیزی که خودتون حدس میزنید، به جای خیلی باریک میرسه و خود ملانی میگه که ما فقط با هم معاشقه داشتیم توی هفته 38 بارداری. میره مرخصی زایمان و پسرشو به دنیا میاره، پسر دومشو. بعد از اینکه از مرخصی هم برمیگرده، رابطش با دکتر میلر خیلی جدی تر میشه. یعنی خیلی با هم صمیمی میشن، توی مطب همیشه با هم رابطه داشتن. فقط ماساژ بوده. البته ناگفته نمونه که دکتر میلر همسر داشته، 3 فرزند کوچیک داشت، یعنی هر دوتاشون متأهل بودن. ولی خب ملانی میره مرخصی زایمان، پسرش رو به دنیا میاره و بر میگرده. بعد از اینکه بر میگرده هم رابطهش با دکتر میلر عمیق‌تر میشه، خیلی رابطه احساسی با هم دیگه داشتن و زمان مشخصی نداشتن، ولی همدیگه رو میگن که ما دوست داشتیم. یعنی زمان در این نکرده بودن که ما مثلا طلاق بگیریم از همسرمون با هم ازدواج کنیم، میخواستن که با هم دیگه باشن، زمانی مشخص نکرده بودن. در 28 آپریل 2004 ملانی و ویلیام ساعت 2 ظهر قرار بود که برن و با هم دیگه یه قرارداد خونه‌ای رو ببندن. ویلیام خیلی دوست داشت که قبل از 40 سالگی بتونه صاحب خونه بشه و خب مدت‌ها کار کرده بود، چیزی حدود 500,000 دلار با هم دیگه جمع کرده بودن و الان وقتش بود که خونه بخرن. ساعت 2 ظهر رفتن، قرارداد رو بستن و برگشتن. در تمام مدتی که این دوتا رفته بودن قرارداد ببندن، دکتر میلر و ملانی با هم صحبت میکردن. دکتر میلر به ملانی میگفت که نخرین خونه، تو که میخوای از ویلیام جدا بشی، تو که نمیخوای آیندتو با اون باشی، تو که میخوای بیای با من، نخر خونه رو که بتونی راحتتر سهم تو بگیری. ولی ملانی میگفت که نه، تو نگران نباش، من حلش میکنم، مشکلی پیش نمیاد، این خونه رو بخریم، مشکلی برای طلاق پیش نمیاد. خلاصه میرن قرارداد رو میبندن، بر میگردن. ویلیام بسیار هیجان زده زنگ میزنه به دوستاش، زنگ میزنه به خواهرش و به همه میگه که من تونستم خونه بخرم. در تمام این مدت دکتر میلر و ملانی هم صحبت میکردن. سر شب بوده، ملانی به دکتر میلر میگه که ویلیام از خوشحالی زیاد شراب خورده و خوابیده، ولی بیدار که بشه من بهش میگم که این زندگی دیگه نمیتونه ادامه داشته باشه.
آخرین بارم با دکتر میلر صحبت میکنه. بعد از اون چیزهاییه که ما از ملانی میشنویم. ملانی طبق چیزهایی که گفته این بوده که حدود ساعت 3 و 4 صبح ویلیام از خواب بیدار میشه، ملانی بهش میگه که من طلاق میخوام، باید طلاقم بدی. ویلیام عصبانی میشه، بهش حمله میکنه، کتکش میزنه، گونهشو میشکونه، سعی میکنه یه دستمال بکنه تو دهنش که خفش کنه، ولی ملانی زرنگ ما فرار میکنه، با یکی از بچه ها میره توی دستشویی. تو شوهر خشن داشت، خودش هم چقدر زرنگ بود. خیلی میره توی دستشویی، درو قفل میکنه و ویلیام بهش میگه که من میرم، دیگه هم بر نمیگردم. سه تا چمدون، دقت کنید، سه تا چمدون میبنده و میره. و جالبی نکتهش اینجاست که ملانی هم نه به پلیس نه به خانواده به هیچ کس نمیگه که ویلیام رفته گم شده. ملانی بعد از رفتن ویلیام و اینکه چند روزی برنگشت خونه، هیچ وقت نرفت اعلام کنه که ویلیام گم شده، ویلیام برنگشت خونه، یا اظهار نگرانی کنه. یعنی مثلا خب اگه آدم عادی باشه دیگه میگه یارو گم شده، چند روز نگران میشی دیگه، بابای بچه‌ها دیگه بخاطر نگران میشی. ولی این نرفت، به جاش رفت دادگاه و به قاضی گفت که من شوهرم زدتم و من میخوام ازش جدا بشم. قاضی هم ازش پرسید که شوهر اسلحه داره یا نه، و ملانی گفت که من اطلاعی ندارم که داشته باشه یا نه. یک ماه بعد پلیس از ملانی خواست که بیاد اداره پلیس، چون دیگه الان هویت مرد چمدانی مشخص شده، مشخص شده شوهرمونه، که مشخص شده ویلیام. دقیقاً میره اونجا و پلیس بهش میگه که شوهر شما مرده. ملانی نمیپرسه که خب چجوری مرده، نمیپرسه آیا کشته شده، کجا هیچی نمیپرسه، فقط میگه که باش دستون در نکنه، خبر دادین. و میره خونه. فرداش بهش میگن که بیا ما قراره باهات مصاحبه کنیم. یه چیزی که اینجا خیلی عجیبه، ملانی فقط داره برای مصاحبه میره، با خودش وکیلش رو میبره، وکیلی که برای طلاق داشته و یه وکیل جنایی، یعنی دو تا وکیل هم پشت سر خودش انداخته، رفته که مصاحبه کنه. اون مصاحبه کننده میگه که ملانی خیلی عصبانی بود، به نظر میومد که داره گریه میکنه ولی گریه نمیکرد، ما اشکی ندیدیم تو صورتش، فقط اداشو در میآورد که گریه میکنه. اولین سوالی که ازش پرسیدیم این بود که خانم شما چمدون داری تو خونت؟ و ملانی بلافاصله گفت که من چمدونی ندارم توی خونه، اصلا ما چمدون نمیدونیم چیه. رفت فرداش دوباره اومد پیش پلیس و گفت که ما چمدون داریم، من یادم نبوده توی زیرزمین خونه چند تا چمدون داشتیم، ولی ویلیام هم ظاهرا سه تا چمدون رو با خودش برده. کاراگاه ها و مصاحبه کننده که اونجا بودن عکس های چمدونی که ویلیام داخلش پیدا شده رو به ملانی میدن و میگن که این چمدونا مال شماست یا نه، و ملانی تایید میکنه که چمدونا مال اوناست. در همون مصاحبه ملانی میگه که تونستین ماشین شوهرم رو پیدا کنین؟ و پلیسا میگن که نه، ما نتونستیم هنوز ماشینش رو پیدا کنیم. میگه که برین یه سری به شهر آتلانتیک سیتی بزنین، اون میرفته همیشه اونجا قمار میکرده، احتمال داره که ماشینش هنوز اونجا باشه. در صورتی که پلیس اصلا از ملانی نمیپرسن که آیا تو خبر داری یا خبر نداری، خودش یهو میگه. و همچنین پلیس رفتن خونه ملانی و ویلیام، عقل حکم میکرد که برن از خونه نمونه برداری کنن، آره بگردن خونه رو بگردن. و الان ملانی خونه رو خالی کرده بود، رفته بود خونه جدید 500 هزار دلاریشون و خونه رو تحویل داده بودن. با این حال پلیس رفت و از خونه نمونه برداری کردن، ولی خونه همچنان مونده، یعنی اجازه ندارن که فعلا به کسی اجارش بدن. کاراگاه از ملانی در مورد وسایل شخصی و لباسهای ویلیام پرسیدن و ملانی گفت که من انقدر آدم خوبی بودم که همه شو خیر کردم، همه شو هدیه دادم به این و اون.
ولی از اونجایی که برای تحقیقات خیلی مهم بود ردش رو گرفتن و فهمیدن که لباسای ویلیام رو داده به پسر عموی دوستش. رفتن در خونه اون آقا و گفتن که لباسای ویلیام رو بهمون بده، ولی در کمال تعجب این آقا لباسها رو با پلاستیکای سیاه داد. بعد پلیس گفت که خودت این لباس رو ریختی توی این پلاستیک سیاه؟ گفت نه، اینا رو ملانی همینجوری برام آورده. متخصصای اولیه میگفتن که این پلاستیک هایی که لباسا پیچیده شده توش، لباسای ویلیام داخلش هست، با پلاستیک هایی که جسد ویلیام داخلش هست یکیه. بنابراین گرفتن و اینها رفت برای تحقیقات که متخصصا رو اینا تحقیق کنن ببینن آیا اینا واقعا در یک بازه زمانی تولید شدن یا نه فقط صرفا پلاستیکه. در همین بینابین پلیس ماشین ویلیام رو هم پیدا کرد در همون جایی که ملانی آدرس داده بود. صد البته که چه کردن؟ انگشت نگاری کردن، چکش کردن و دوباره نمونه هایی که گرفتن رفت آزمایشگاه تا روش تحقیق بشه. در این بین پلیس جنازه ویلیام رو هم تحویل دادن و ملانی بلافاصله جسد ویلیام رو سوزوند و یه مراسم حدوداً 10-15 دقیقه گرفت و تمام. یعنی فقط هر کاری میکردم کرده که شوهر رو کلاً نابودش کرد، چیزی از شوهرش نمونه، چیزی نمونه، فقط سوزونده وسایلش هم بخشته تمام. اصلا انگار نه انگار این آدم بابای بچه هاشه. خب بریم سر تحقیقات اصلی کاراگاه ها. اونا در تمام این مدت داشتن فقط مدارک جمع جور میکردن تا ببینن کسی رو میتونن متهم کنن یا نه. اولین چیزی که چک کردم و از بدن ویلیام درآورده بودن قبل از اینکه خاک سپاریش کنن گلوله های تفنگ بود که ما گفتیم بهش شلیک شده. این گلوله ها رو چک کردم و از اونجایی که احتمالاً همتون میدونید توی آمریکا سلاح داشتن قانونیه و خب کسی که میره سلاح میخره با مدرک شناسایی میره میخره، یعنی میتونن شده از کاملا میتونن برن رکوردشو در بیارن ببینن که مثلا کی خریده. اومدن توی ایالت خودشون گشتن و دیدن که خود ویلیام و ملانی هیچ وقت اسلحه‌ای نخریدن، اما توی ایالت کنارشون یعنی پنسیلوانیا اسلحه خریدن خیلی راحته. یعنی تو لزوم نداره بدی ثبت نام کنی، مدارک زیادی ببری، تو صف باشی، مدت طولانی منتظر باشی، میتونی بری مدارک شناسایی بدی، پول بدی و بعدش هم اسلحت رو بگیری و بیای. دقیقا مثل این که مشروب بخری، دقیقا مثل همین، به همین راحتی. وقتی که چک کردن دیدن که ملانی روز 28 آپریل یعنی دو روز قبل از گم شدن ویلیام رفته پنسیلوانیا، اسلحه خریده و اومده. یه چیزی رو باید اینجا یادتون باشه، روزی که ملانی پاشد رفت دادگاه وقتی قاضی ازش پرسید که شما اسلحه داری، شوهر اسلحه داره، مگه ملانی نگفت نه نداریم ما؟ و چجوری الان رفته اسلحه خریده؟ دقیقا وقتی هم بوده که اسلحه خریده بوده دیگه، وقتی هم بوده اسلحه خریده بوده دیگه، اصلا یک و دو ماه می رفته بود درخواست طلاق داده بود. بعد از اون که کاراگاه ها فهمیدن ملانی اسلحه خریده رفتن بهش گفتن خانم ملانی شما اسلحه خریدی دو روز قبل از گم شدن شوهرت؟ ملانی گفت میدونی این چیه، من اسلحه رو برای خودم نمیخواستم، ویلیام منو مجبور کرده برم اسلحه بخرم. مثل چون خودش بچه هایی که مثلا میفرستنشون برن سیگار بگیرن. آره دقیقا همون. گفته که ویلیام خودش نمیتونسته اسلحه بخره چون سابقه جنایی داشته. حالا سابقه جناییش چیه؟ 20 سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته داشته تند میرفته، به خاطر همین سابقه جنایی براش درست کردن، خودش نمیتونسته اسلحه بخره، بنابراین منو فرستاده که برم اسلحه بخرم. بعد پلیس بهش گفت که خب اگه اسلحه مال ویلیام بوده تو چرا به اون قاضی نگفتی که شاید اسلحه داره؟ گفت که حالا جواب درست حسابی نداد، همینجوری که من عدد در آوردم. یعنی هیچ جواب این بشر نداشت. همه چیزهایی که داشت به دست می اومد پلیس داشت به ملانی مشکوک تر می کرد. همینم باعث شد که اونها ملانی رو به عنوان یک مظنون بالقوه ببینن
و شروع کردم به شنود کردن تلفنش. یه چیزی حدود 500 ساعت شنود کردن از صحبت‌هایی که ملانی با پدر و مادرش، با دوستاش، با دکتر میلر داشته. توی این 500 ساعت ملانی هیچ وقت نگفته که من ویلیام رو به قتل رسوندم، هیچ اشاره ای نکرده، ولی صحبتاش رمزیه، صحبتاش مشکوکه، با پدر و مادرش مشکوک صحبت میکنه. فکر میکنم که یه وکیل مثلا کنارش نشسته بوده با یه دونم رمزنگار که مثلا حرفا رو رمزی کنه رو بزنه. خیلی جالبه. حالا من یه چند تیکه رو براتون ترجمه کردم، بریم با هم ببینیم. و یه چیزی که شاید همین الان توجهتون رو میخوام جلب بکنم، برای همه جالبه که چرا از زانوی بریده شده توی مکالمه هاشون استفاده میکنن. بریم ببینیم. Every time you get your head back above water, yep. And that hand reaches out from beyond the grave. Hey, how you doing? I spoke to what's his name about shipping? Alex. Ship, I didn't want to say names. Do you understand what I'm saying? Yep. At least meet with a lawyer ahead of time who might cut it off at the knees. Doesn't that look suspicious? It doesn't matter what it looks like. تو الان کارگاهان نمیدونستن که ملانی معشوقه داره، یعنی در حالی که در زندگی زناشویی بوده معشوقه داشته. زمانی که تلفن‌هاش رو شنود کردن فهمیدن که ملانی یه معشوقه داره که باش در رابطه بوده. بنابراین تصمیم گرفتن که برن پیش دکتر میلر و بهش بگن آه شما دکتری، اگه توی این قتل نقشی نداری بیا به خودت شنود وز کن تا ما بتونیم مکالمه های تو و ملانی رو بشنویم و همچنین تو با ملانی حرف بزن ببین چیزی میدونه یا نه. یه چیزی که توی این صحبت ها جالب بود، ملانی وقتی با دکتر میلر صحبت میکرد لحن صداش عوض میشد، یعنی مهربون میشد، مهربون میشد، آروم صحبت میکرد. و یه چیزی که دکترها و یه چیزی که کاراگاه ها به میلر شک نکردن به خاطر این بود که با دکتر میلر رمزی صحبت نمیکرد، ولی با پدر مادرش رمزی صحبت میکرد همون جوری که شنید. بریم یه تیکه از مکالمش رو با دکتر میلر ببینیم. It is now 2:30 p.m. May 31st, 2005. Brad Miller making an outgoing call to Melanie McGuire. Hello? What's up? I've told them everything that I know. But they're, you know, they just don't. They want you to break. I mean, if you want us to stick together, I gotta know everything now. Before this goes any further. What do you mean you have to know everything now? I mean, there's no other secrets between us. در بین این شنودها و رصد کردن زندگی ملانی، پلیس رسید به یه شخصیت دیگه‌ای، یه آقایی به اسم فین. این آقا از معشوقه های سابق ملانی بود که در دوره دانشجویی، در زمانی در دانشگاه پرستاری بودن، خیلی عاشق ملانی بود، ولی ملانی هیچ وقت روی خوش آنچنان بهش نشون نمیداد، ولی از اونایی بود که هر کاری حاضر بود برای ملانی بکنه. بعد از دانشگاه پرستاری میره، ولی همیشه با ملانی از طریق ایمیل در ارتباط بوده. خلاصه ملانی دو روز قبل از اینکه بره اسلحه بخره به این آقا ایمیل میزنه و بهش میگه که من خیلی نگران جون خودم و بچه هامم، ویلیام خیلی غیر قابل کنترله، خیلی ما را اذیت میکنه، من نمیدونم باید چیکار کنم. اونجا این آقای فیلم بهش میگه که بیا برو اسلحه بخر، بیا برو پنسیلوانیا اسلحه بخر، اونجا خیلی راحت میتونی بری کارشناسایی تو بدی، یه روز اسلحه رو بخری و بیای. و در ایمیل بعد، یعنی بعد از 26 که ملانی میره اسلحه رو میخره و بر میگرده، در ایمیل های بعد به این آقا نمیگه که من اسلحه خریدم. و جالبیش اینجاست که بعدها که جنازه ویلیام پیدا میشه و این داستانا شروع میشه و پلیس داره تحقیق میکنه، طی صحبت ها و مکالمه هایی که داشتن به فین میگه که من اسلحه رو برای ویلیام خریدم.
نه برای خودم. قشنگ داره حرفشو حتی به اونم داره میگه، میگه که مثلا اولش سوال پرسیده گفته من چجوری بخرم، بعد از اینکه این اتفاقا پیش افتاده دوباره بهش میگه که نه من اسلحه رو برای ویلیام خریدم. اصلا این ایمیل موجود بوده، واقعا ایمیل رو داده بوده، اصلا ایمیل هستش دیگه. این آقا حتی بردن دادگاه که شهادت بده، چون این آقا عاشق ملانی بود، اصلا امکان داشت اگر بخواد که مثلا نیاد این شهادت رو بده به ضرر خودش تمام شه، مثلا بگن خودش این کارو کرد، خودش این کارو کرد چون عاشق ملانی بوده به هر جهت. یعنی حتی ملانی سعیش توی گفتگوهاش این آقا رو هم گول بزنه و بهش بگه که من اسلحه رو برای ویلیام خریدم. در همین بین پلیس به قبض های عوارضی ملانی دست پیدا کرد که ملانی در 3 آپریل، یعنی 2 روز بعد از گم شدن ویلیام، یعنی رفتن ویلیام، رفت آتلانتیک سیتی. اگه یادتون باشه آتلانتیک جایی بود که پلیس ها ماشین ویلیام رو پیدا کرده بودن که خود ملانی آدرس شده بود، گفته بود برین اونجا یه سری بزنین. ملانی زنگ میزنه به این عوارضیه و میگه که شما یه راه به آتلانتیک سیتی برای من ثبت کردین که من عوارض شدم، در صورتی که من پول نقد بهتون دادم، چرا رو اینو حساب کردین؟ اینو پاک کنین. عوارضی میگه که خانم ما نمیتونیم اینو پاک کنیم از سابقتون. میگه نباید پاکش کنین و اینا، و قطع میکنه و فرداش هم یه مرده بهش به همین عوارضی زنگ میزنه میگه باید پاک کنین و اینا، زیر بار نمیرم، میگم ما نمیتونیم پاک کنیم این که تو به این مسیر رو رفتی یا نه. این قبضا میرسه دست پلیس و خب پلیس براش جالب بوده که این برای چی 2 روز بعد از گم شدن ویلیام پاشده رفته اونجا، دقیقا چه کاری داشته، چه کاری داشته. و جالبش اینه که توی همون مسیرم اون چمدونا پرت شده، یعنی دلیلش چی میتونه باشه. اون در توضیح همه اینها یه اعتراف میکنه، اونم نه به پلیس، به دکتر میلر، و خبرم نداشته که تلفن میلر هم داره شنود میشه. به میلر میگه که 2 روز بعد از گم شدن ویلیام من خیلی عصبانی بودم، خیلی ناراحت بودم، تصمیم گرفتم که برم و پیداش کنم. رفتم جایی که همیشه قمار بازی میکرد، رفتم اونجا و ماشینش رو دیدم، سوار ماشینش شدم و ماشینش رو بردم یه جای دیگه پارک کردم برای اینکه عصبانیش کنم. ولی یه چیزی که همین الان در ذهن من خطور کرد این بود که چجوری در ماشین رو باز کردم. شاید کلید یدک داشته، اینم با در نظر بگیریم، احتمال داره. حالا به هر جهت من ماشین رو جابجا کردم برای اینکه عصبانیش کنم، بعد هم تاکسی گرفتم و برگشتم خونه. خب پلیس البته که به دوربین ها دسترسی پیدا کرد، ولی کیفیت دوربین انقدر بد بود که نتونستن چهره اون طرف رو ببینن. و دوباره همین الان یه سوال دیگه برای من پیش اومد، من موندم که این دوربین های مدار بسته اگه انقدر کیفیتش پایینه چرا زبط چرا خب اگه اینقدر کیفیت پایینه، من فکر کنم رفت آمد رو مثلا میبینه که چند نفر میره چند نفر، اصلا اونم مشخص نیست. یعنی اگه ویدیوش چیزی مشخص بود براتون میذاشتم، ولی هیچی مشخص نیست توی این ویدیوه. و خب واقعا مشخص نیست که ملانی هستش یا نه. خلاصه همه این چیزا دست به دست هم داده بود که دیگه واقعا هم پلیسا مشکوک بشن به ملانی. واقعا یعنی همه چی یعنی جوری بوده که علیه ملانی بوده همه چیز، و خب دیگه واقعا مظنون بالقوه شده بود. اما یه چیزی الان مهم بود، اینکه اینها میفهمیدن که کجا ویلیام کشته شده، کجا تیکه تیکه شده، کجا خونش خالی شده. اولین جایی که به ذهنشون رسید همون خونه بود که اول داخلش بودن. رفتن خونه رو ذره به ذره، مو به مو این خونه رو گشتن، از همه جاش نمونه برداری کردن. انقدر بهتون بگم نمونه برداری کردن که حتی دیوار رو خراب کردن، لوله ها رو در آوردن، داخل لوله ها رو نمونه برداری کردن، چون مدت زمان زیادی میگذشت امیدوار بودن که توی لوله ها مثلا اثری از خون و DNA دقیقا از اینا باشه، ولی هیچی پیدا نکردن. یعنی هیچی توی این خونه پیدا نشد. ولی یه چیزی که همه روش توافق نظر داشتن این بود که این خونه به صورت وسواسی تمیز شده بود. یعنی حتی الانم که توی عکس دارین میبینین، یعنی کف این خونه برق میزنه.
بعدها در دادگاهی که علیه ملانی تشکیل شد، یه خانم پرستار بود، همکار ملانی بود، دوستش بود، اومد که شهادت بده. اون گفت که در چند روز بعد از گم شدن ویلیام رفته خونه. میگفت که خونه خیلی تمیز بوده، بوی خیلی وایتکس و تمیز کننده میومده. میگفت این خونه انقدر بو میداده و همون توالتش انقدر بو میداده که من این بو رو به بوی سردخونه تشبیه کردم و حتی به ملانی هم گفتم، گفتم همون دستشویتون خیلی بوی سردخونه میده، بوی بدی میده. تا اینجا داستان هیچ چیز ملموسی، هیچ مدرک فیزیکی علیه ملانی پیدا نشد، ولی همه شواهد ما رو میرسون به ملانی که ملانی قاتل شوهرش ویلیامه. همینم شد که پلیس یک سال بعد، در حالی که ملانی داشت بچه هاش رو میذاشت مهد کودک، بعد از اینکه برگشت دستگیرش کردن به جرم قتل ویلیام. البته که چی گذاشت؟ سند گذاشت، آزاد شد، ولی 2 سال و 10 ماه بعد از مرگ ویلیام دادگاه رسمی شروع شد. دادگاهی که مورد توجه خیلی ها قرار گرفت، توی تلویزیون نشونش دادن و خب تمرکز و توجه ها روش بود، پرونده حساسی بود. حتی ملانی اومد یه وکیلی گرفت که این آقای وکیل سلبریتی های معروفی هم هستش. اتفاقا وکیل الکس رودریگز نامزد قبلی جنیفر لوپز هم بود. آره توی عکس هم هستش. یکی از اولین چیزهایی که دادستان در دادگاه در موردش صحبت کرد یک بطری کلورید هیدرات بود، کلورید هیدرات آرام بخش و 2 تا سرنگ. ظاهراً پلیس ها اینو چک کرده بودن و از روی بارکدی که داشت متوجه شده بودن که از چه داروخونه‌ای خریده شده، چه ساعتی خریده شده، چه نسخه‌ای داشته. وقتی رفتن سراغش متوجه شدن که این داروخونه خیلی نزدیک مهد کودک بچه های ویلیام و ملانیه. یعنی یا ویلیام باید خریده باشدش یا ملانی. اما یه نکته جالب اینجا وجود داره. این بطری رو در 28 آپریل خریده شده، یعنی همون شبی که ما معتقدیم ویلیام به قتل میرسه. و نکته جالبش اینه که فکر میکنید نسخه این کلورید هیدرات رو کی نوشته؟ این نسخه متعلق به دکتر میلره، یعنی معشوقه ملانی. این نسخه رو دادن به دکتر میلر، خطشناسا چک کردن، دکتر میلر هم خودش گفت، گفت این خط من نیست، من اینو ننوشتم، این شبیه خط ملانیه. و خب ملانی زیر بار نمیرفت که اون نوشته امضای اونه، میگفت نه من نیستم، کس دیگه بوده. ولی خب واقعا دست خطش مشخص بود. و چرا باید این بطری توی ماشین ویلیام باشه؟ نکنه اینم ویلیام گفته برو بخر از مشروقت چی بگیر، نسخه بگیر، برو برام بگیر. خلاصه توی ماشینش گذاشته بودم و خب لو رفت. همه اینها باعث شد که متخصصا تصمیم بگیرن تاریخچه مرورگر کامپیوتر خونه ملانی و ویلیام رو چک کنن و ببینن که چه چیزهای اینا سرچ کردن. متوجه شدن که از 11 آپریل تا 26 آپریل یعنی 2 روز قبل از قتل ویلیام سرچ های عجیب و غریب توی کامپیوتر اینا شده که من اینجا چند تا نمونهش رو براتون میخونم و خودتون ببینید که در حالت عادی های شما همچین چیزی سرچ میکنین یا نه. خب قوانین اسلحه در پنسیلوانیا، سموم غیر قابل تشخیص، قوانین مربوط به اسلحه دولتی، سم فوری، دوزهای کشنده انسولین، سموم غیر قابل تشخیص فوری، نحوه خودکشی، نحوه ارتکاب قتل، نحوه خرید تفنگ شکاری در نیوجرسی، آفت کش به عنوان سم، انسولین به عنوان سم، مسمومیت با مورفین، نحوه یافتن کلروفورم، شوک انسولین، عوامل مسدود کننده عصب عضلانی، آرام بخش. و اینها سرچ هایی بود که در خونه این، در کامپیوتر خونه اینا اتفاق افتاده بود و خب متخصصان نمیتونستن بگن که این سرچ ها رو ملانی انجام داده یا ویلیام انجام داده.
ملانی گفت که من پرستارم، من درس پرستاری خوندم، من کتابایی دارم که اصلا احتیاج به اینترنت ندارم برای سرچ کردن، میتونم برم اون کتابا رو یه ورقی بزنم یه سری اطلاعات ازش در بیارم اگر من میخواستم ویلیام رو بکشم. از یه طرف دیگه دادستان میگفت که اصلا ربطی نداره، اگه تو پرستاری، ویلیام مهندس کامپیوتره، اگه میخواسته تو رو بکشه که داری ادعات میشه، مرورگر پاک میکرده. اصلا من به شخصه نمیدونستم یه تاریخچه‌ای دارم که یه تاریخچه دارم تو سرچ لپتاپم مثلا برام میتونه درش بیاره. با ایشون که آشنا شدم متوجه شدم من با تاریخچه‌ام همیشه پاک کنم. واقعا اینو یاد گرفتم. ولی خب میگفتن که اگر ویلیام قصد کشتن همسرش رو داشته، 100% تاریخچه رو پاک میکرد، نه اینکه اینو بذاره. بعدم آدمی که باشه داره رفته خونه خریده، بعدم پولا مال خودش بوده، مثلا خواست همسرش رو بکشه، یعنی مثلا با عقل جور در میاد. خب نمیمده اصلا اینجور کاری رو بکنه که بیاد بعدش بخواد بکشتش. دقیقاً اصلا چه لزومی داره؟ چه آدمی که اینقدر شوق و ذوق داشته. و خب دادستان قاضی نمیتونستن این حرفا رو قبول کنن. اگه درست به خاطر داشته باشید بهتون گفتم که محل به قتل رسیدن ویلیام مشخص نیستش، اما وقتی ماشین ویلیام رو چک کردم و اون کفپوش‌های کف ماشین رو بردم برای نمونه گیری، متوجه شدن که تکه‌های گوشت ویلیام که ته یک کفشی چسبیده بوده و رفته بوده داخل ماشین روی پوش مونده. آره ببینید خیلی ریزه که مثلا اون تیکه‌هایی که مونده، ولی ظاهراً قاتل داستان ما فکر اینجاشو نکرده بوده که احتمال داره کفشش یه ذره کثیف باشه و این دی ان ای ها و این نمونه های گوشتی رو با خودش جا به جا کنه. وکلای ملانی اومدن گفتن که نه اصلا ممکن نیست، این کار ملانی نیست، در صورت که ملانی خودش اعتراف کرد که من رفتم ماشین رو جا به جا کردم. اگه تو ماشین رو جا به جا کردی پس احتمالاً پای تو کثیف بوده. چجوری بوده که تو میگی من ماشین رو جا به جا کردم اون زنده بوده، تو حواست نبوده و این تیکه ها رو با خودت بردی. وکلای ملانی گفتن که نه اینا احتمال داره که نمونه های پوستی باشه، یعنی مثلا از پوستت باشه ریخته باشه. ولی چی میگفت که ولی دادستان ها و محققین و پزشکایی که آورده بودن میگفتن نه اینا نمونه های داخلی بدنه، یعنی یه چیزی نیست که پوست باشه. پوست نیست، گوشتم هست چیز دیگه هم. اصلا میگفتم یه چیزی نیست که به پوست ربط داشته باشه، توی بدنه اون تکه مونده. و میگفتن که خب این توی ماشین چیکار میکنه؟ گفته بود که خب من اگه توی خونم تیکه تیکه کردم اینو، بچه توی خونم نمونه نیستش. و دادستان میگفت احتمالاً از پارچه های استفاده کردی که توی عملا استفاده میکنن که خون پس نده، مثلا میگفت از اینا استفاده کردی، ممکن جای دیگه بوده باشه، جای دیگه این کار کرده باشه. اصلا نگاه کن اون چی؟ اون سر ویلیام رو ما گفتیم توی پتوی طبی پیچیده بودنش. خب و این کلینیک ملانی توش کار میکنه از اون برند استفاده میکرده، از اون لباس، از برند، همون لباسی که مارکو داشت از همون استفاده میکردن و اصلا این پتو بوده. و میگفتن که خب تو واقعا مشکوکی ملانی. یه حرف جالبی که قاضی در مورد ملانی میزنه میگه که ببین ملانی، تو یا قاتلی یا بدشانسترین زن روی زمینی. از این دوالت واقعا خارج نیست، واقعا خارج نیست، چون همه چیز بر علیهشه. یعنی مثلا نمیتونی بگیم که فقط مثلا آقا دو تا چیزه، این دو تا چیز مثلا فقط هست، یعنی یه عالمه شواهد مدارکه که الان همش بر علیهشه. اصلا ببین شواهدی هستش که نشون میده ملانی قاتله، ولی از یه طرف ما نمیدونیم ویلیام کجا کشته شده. ولی خب به نظر من یعنی مثلا که این چیزو مثلا میفهمی، یعنی این همه مدارک که نشون میده که قاتل هست، فقط در مقابلش یه دونه هست که میگه قاتل نیست. آره واقعا. در برابر تمام چیزهایی که بر علیه ملانی بود، وکلای اون مجبور بودن خب استدلال کنن، ازش دفاع کنن. اما یه چیزی اومدن گفتن که خب من تخصصشو بلد نیستم، همونجور که خودم فهمیدم برای شما هم توضیح میدم. ظاهرا موقعی که تفنگو میخری و میخوای که شلیک کنی باهاش، اون گلولهی که ازش خارج میشه یه سری شیار برمیداره، یه سری خط برمیداره.
ملانی میگه که تفنگی که من خریدم هنگام شلیک 5 تا شیار میفته، اما تفنگی که ویلیام باهاش کشته شده 6 تا شیار داشته. پس تفنگی که من خریدم نمیتونه تفنگ کسی باشه که ویلیام به شلیک کرده. اینو توی وبسایتش نوشته. توی دادگاه ها که برگزار میشه خب متخصصا رو میارن. دادستان ها اینجا اومدن متخصص بالستیک آوردن که اینها رو چک کنه و بگه که آیا این سلاح همون سلاحه یا نه. متخصص ها اومدن اون تفنگ رو چک کردن مدلش رو و گفتن که تفنگی که ملانی خریده همون چی داشته؟ 6 تا شیار داشته و تفنگ قاتله، یعنی با همون تفنگ کشته. ولی ملانی میگفت خب تو وبسایتش اینجوری نوشته. داستان گفت ما به وبسایت چی کار داریم؟ شواهد مدارک کار داریم. اصلا به متخصص کاره، متخصص آوردی، متخصص داره میگه که مثلا وبسایت اشتباه نوشته. و جالبش اینه که اصلا بعد از این موضوع ها وبسایت هم حتی اون مطلبی که نوشته بودن رو درست کردن. ولی خب سلاح ملانی هیچ وقت پیدا نشد. ملانی ادعا میکرد که شوهرشون گذاشته داخل یه جعبه و گذاشته توی زیر زمین. در اون جعبه هم قفله. وقتی که رفتن در جعبه رو باز کردن متوجه شدن به جای اسلحه توش باتریه و هیچ وقت اون سلاح پیدا نشد. من فکر کردم میخواد یه تفنگ آب باش بوده. نه، هیچ وقت پیدا نشد اون سلاح. و خب از این طرف میگه ویلیام با خودش برده. خب اگه ویلیام برده کجاست این اسلحه؟ اگه خودش کشته میدونی اصلا یکم مشکوکه. حرفاش اصلا کلا جور زد و نقیزه. یکی از ادعاهایی که ملانی میکرد این بود که من اگه ویلیام رو داخل خونه کشتم و تیکه تیکش کردم، خب یه نفر با صدای اسلحه رو شنیده باشه با شلیکی که من کردیم. دادستان ها اومدن اینجا گفتن که اتفاقا ما برای اینم جواب داریم. توی بدن ویلیام اون جاهایی که گلوله خورده بوده ما تارای پلی‌استر سبز رنگ پیدا کردیم که نشون میده که کسی که ویلیام رو به قتل رسونده احتمالا بالشت گذاشته روش و بچه کرده. دقیقا مثل توی فیلم ها. برای چی؟ برای که صدا رو خفه کنه. و میگفت که خب این دلیل دیگه از این واضح‌تر که همسایه‌هاتون نفهمیدن تو شلیک کردی و رفتن خونه رو هم چک کردن، نتونستن که چیز سبز رنگ بود توی خونه شون ها، مثلا پشتی وجود داشت، بالش وجود داشت، مبل وجود داشت سبز رنگ، ولی اون چیزی که مربوط به ویلیام بود رو نتونستن پیدا کنن. بعدها بعد از اینکه کلن دادگاه تموم شد، خواهر ویلیام میگفت که من طبق عکس هایی که دیدم، چیزهایی که دیدم، یه سری بالشت سبز رنگ این دیگه هم توی خونهشون بوده که توی عکس ها نبوده. یعنی انداخته بوده دور دیگه، وقتی شلیک کنی خب سوراخ شد دیگه، به دردت نمیخوره. و دادستان ها میگفتن که احتمالاً ملانی اول با اون داروی آرام بخشی که خریده ویلیام رو بیهوش کرده، بعد بالشت رو گذاشته روی صورتش، شلیک کرده، بعد بردتش توی حموم، حالا یا تنها یا با کسی برده توی حموم تک تکش کرده و بعد هم چیش کردن بیچنش تو پلاستیک. یعنی واقعا چقدر آدم میتونه نسبت به یه نفر کینه داشته باشه، کسی که همسرش بوده؟ اصلا خیلی عجیبه. یه چیزی که میگفتن که توی حموم برای چی بوده به خاطر اینه که به بدن ویلیام یه سری ریش ریزه چسبیده بود، مثل وقتی که مردا ریششون رو میتراشن، یه سری از اینها، برای همین میگفتن احتمال دارن توی حموم چی باید که تک تک تکش کرده باشن. اما یه بحث طولانی هم پیش گرفت، توی دادگاه پیش رفت، خیلی ها اومدن در موردش صحبت کردن، ولی خب من در حد یه پاراگراف براتون کوتاهش میکنم. من بهتون گفتم که جسد ویلیام رو توی پلاستیک پیدا کردم، پلاستیک پیچ شده بود. لباسایی هم که ملانی داده بود بزل و بخشش کرده بود توی پلاستیک های سیاه بود. در نگاه اول تا پلاستیک های شبیه هم بود. متخصص آوردن، متخصص آمدن چک کردن و خیلی چیزها رو در نظر گرفتن. اینکه آیا این پلاستیکا توی یه زمان ساخته شده، مثلا اون مدل قطع کردنشون که حالا قطع میکنه هم بس بودن مثلا شبیه همه یا نه، اینا شبیه همه، حالا اون شیارهایی که داخل پلاستیک هست شبیه همه یا نه، اینا همه رو چک کردن. یعنی واقعا اصلا فکر نمی‌کنم ملانی اگه خودش هم کشته باشه دیگه به عقلش هم نمیرسید که اینا یه پلاستیک هم بخواد چک کنن. یعنی
به خدا خیلی عجیب غریبه بیای تو مثلا پلاستیک شیارای پلاستیک رو چک کنی. و به این نتیجه رسیدن که این دو تا پلاستیک در یک زمان به فاصله یک ساعت با هم تولید شده، یعنی توی همون کارخونه به فاصله یک ساعت و همه چیز مثل همه. و دیگه واقعا ملانی نمیتونست بگه که نه این پلاستیک‌ها رو من نخریدم، این شانسی بوده دیگه. این هم شانسی بوده و معتقد بودن که واقعا ملانی شوهرش رو کشته. یه چیزی بهتون بگم، ملانی و وکلاش میگفتن که ویلیام قمارباز بوده، پولا همه رو خرج میکرده، برای همین احتمال داره که رفته باشه قمار کرده باشه، همون شب بدهکار بوده و کشتنش. خب آدمی که اینقدر قمار میکرده و همش هم برنده بوده چجوری میشه که واقعا؟ اصلا ببین بعد از این که میرن اون حسابش رو چک میکنن، $30,000 هم پول نقد توش داشته. خب پس همونها رو میتونه سرده بده بدهکاراش، همین دیگه. میگن که اگر بدهکار بود یا اصلا پول میخواستن یا باج میگرفتن، اما اول نمیگرفتن تیکه تیکش کنن، مثلا پولاش اول ازش میگرفتن، حساب خالی میکردن. ولی خب پولا توی حساب بوده. بعد آدمی که مثلا اگه قرار باشه قمار باز باشه یه سر ببازه که نمیتونه بره تو سال 2004 یه خونه بخره $500,000. و همه اینها بودش. یه اتفاق دیگه هم افتاد که دادستان اینا معتقدن که همون شبی که ملانی و شوهرش اصلا با هم دعوایی نکردن، فقط بیهوشش کرده و کشتتش، به خاطر اینکه صبح زود 29 دو تا ایمیل از ایمیل ویلیام برای صاحب کارش رفته، برای توی همون کمپانی که کار میکرده، ولی منتها ایمیلا مال قبل بوده، الان باید به یه ایمیل جدید ایمیل میزده و صاحب کار میگه که ویلیام ایمیل جدید رو بلد بوده و توی اون ایمیل نوشته بوده که من مریضم دیگه سر کار نمیام. خب اگه که ایمیل خودش ایمیل داده که باید ایمیل جدید میفرستاده، اگه نه دیگه کی میخواسته به غیر از اون ایمیل بدونه؟ کی خبر داشته که ویلیام باید هر روز صبح ایمیل بزنه ده. یا مثلا با اون صاحب کارش سوال؟ نه، کسی بوده که باهاش زندگی میکرده، صرفا نمیشه کسایی بوده که مثلا بدهکارش بودن. آره و اینا کجا میخواد ایمیل صاحب کارش بده؟ برای همین و پلیسا معتقد بودن که این ایمیلو خود ملانی فرستاده. یه چیز دیگه هم بود، همون 29 شب یه دو تا تماس با دوست صمیمی چی گرفته میشه؟ با دوست صمیمی ویلیام گرفته میشه. دوست صمیمی ویلیام میگه که من و ویلیام به غیر از مواقعی که خیلی اضطراری باشه اینجوری تماس نمیگیریم با هم، معمولا اول برای همدیگه پیام میذاریم، یه قراری با هم میذاریم، بعد صحبت میکنیم. ولی ظاهرا اون شب از تلفن ویلیام از بلکبری، تلفنش بلکبری بوده فکر کنم، تماس میگیره به گوشه دوستش و این میگه عجیبه، این ویلیام نیستش و تلفنش رو اینا همه توی ماشینش پیدا میشه. اما یه چیز دیگه هم هستش، پلیسا توی انباری خونه ویلیام و ملانی تونستن کیف پول ویلیام رو پیدا کنن. کارت گوین رندگیش نبود، کارت اعتباری پولیش نبود، ولی چی بود؟ دوتا کارت ویزیت بود. دوتا کارت ویزیت رو توی آپریل گرفته بود، یعنی چند روز قبل از مرگش. و پلیس ها معتقد بودن که اگر ویلیام خودش زنده بود با پای خودش میرفت از کیف پولش استفاده میکرد. چرا کیف پول توی خونه است؟ دقیقا. خب باید میبرده که استفاده بکنه، چون استفاده کرده بودی که اون کارت ویزیت ها رو گرفته باشه. مثلا من که از کیف پولم استفاده نکنم هیچ وقت، مثلا خب کارت ویزیتی که جدیدنم گرفتم تو کیف پولم نیستش. و اینا همه مشکوک بود واقعا. در 23 آوریل 2007 بالاخره قاضی و هیئت منصفه حکمش رو دادن. جالبش اینه که همه هیئت منصفه معتقد بودن که ملانی قاتله، با وجود اینکه هیچ شواهد فیزیکی در دست نیست، ولی ملانی همچنان میگه که من قاتل نیستم. حکمی که براش بریدن تا 101 سالگی باید زندان باشه، یعنی به هیچ عنوان به نمیرسه دیگه، برشانس باشه دیگه. تازه اونم معلوم نیست بعدش آزادش کنن یا نه. یه 10 سال به خاطر چی بهش دادن؟ به خاطر اینکه جسد رو تکه تکه کرده. 5 سال برای دروغگویی به قاضی که گفته بود شوهرم اسلحه نداره بهش دادن. و همه اینها سرجم شد تا 101 سالگیش باید زندان باشه. ولی ملانی تا همین الانی که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم 48 سالشه و هنوز در زندانه و همچنان میگه که من قاتل نیستم.
از دیگه بچه هاش رو به هیچ عنوان ندید، دکتر میلر رو ندید. ما در مورد دکتر میلر اطلاعات آنچنانی نداریم، ولی میدونیم توی کارش خیلی موفقه. اینکه حالا زندگی زناشوییش به کجا رسید و اینا اطلاعی نداریم، ولی 100% من فکر می‌کنم زندگیش نابود شده دیگه. بچه های ویلیام و ملانی هم به خواهر ویلیام سپرده شدن. ما میدونیم که بچه هاشون اوتیسم دارن، ولی خب به هویتشون مشخص نیست، یعنی کسی در مورد هویتشون چیزی نمیدونه. هویتشون عوض کردن، یعنی اصلا ولی من مثلا برام جالبه که با وجود اینکه خواهر جلوی دوربین اومده چجوری تونستن هویت بچه ها رو عوض کنن دیگه. ولی مسلما به نظر من زندگی سختی دارم، دیگه اصلا خیلی حس بدیه. ولی خب این شمایی که باید تصمیم بگیریم با توجه به همه این شواهد و مدارکی که وجود داره، آیا ملانی قاتل هست یا نه؟ شدن به قول قاضی قاتل باشه، شدن بدشانس‌ترین زن روی زمین باشه. تو چی فکر کنی؟ من فکر میکنم که با توجه به مدارک و شواهدی که وجود داشته از لحاظ حالا فیزیکی، خب به نظر من فیزیکی رو خیلی راحت میشه از بین برد، پاک کرد و میشه یعنی از بینش برد، قابل از بین بردنه. ولی مدارک دیگه ای که هستش همش بر علیهشه و به نظر من قاتله. اصلا برنامه‌ریزی کرده برای قتل، میدونی؟ یعنی مثلا این همه از قبل برنامه‌ریزی کرده و میخواسته مطمئن شه که خونه رو هم بخرن دیگه. باز این دیگه مثلا مگه پولای ویلیام کجا بوده که این منتظر بوده خونه رو بخرن؟ ببین آخه مثلا جوری هم که از اینقدر دروغ‌های مختلفی گفته، یعنی دیگه هیچ حرفش نمیشه باور کرد. شما هم نظرتون رو برای ما بنویسین. من یه سری از عکس‌ها، ویدیوهای مربوط به عروسیشون و اینا رو معمولا همیشه توی اینستاگرام اینا رو اینجور چیزا رو میذارم. ویدیوهای مربوط به جنایتو که میذارم توی تلگرام نداره این ویدیو، به غیر از همون عکس پاهایی که براتون گذاشتم، یه چمدونایی که گذاشتم، عکس دیگه‌ای نداره. ولی مربوط به زندگی شخصیشون، عکس بچه‌هاشون حالا تو همون دوران کودکیشون رو توی اینستاگرام میذارم و همه لینک‌ها هم توی دیسکریپشن هستش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه میخواین از ما حمایت کنین، حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.